بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصم. اخلاقی روزدار. سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط در نفقه مال گرامی ترین انسان بودند؟ نه، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه کار خیر گرامی ترین انسان بودند و اینچنین حسن معامله با خداوند و پس به مردم داشتند. سوال: معنای قول زور چیست؟ قول زور یعنی قول محرم به مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت کردن و غیره ها. سوال: معنای عمل زور چیست؟ عمل زور یعنی هر کار محرم به مثل دشمنی، خیانت، فریب، موسیقی و غیره ها. سوال: آیا گناه انسان در ماه رمضان دوچند می گردد؟ گناه انسان در ماه رمضان دوچند نمی گردد، لیکن در حجم بزرگتر گردد که آن با سبب شرف زمان به مثل ماه رمضان و یا به شرف مکان به مثل مکه مکرمه و مدینه منوره است. سوال: بعضی روزداران در وقت روزداری رفتار و کردارشان تغییر نمییابد، پس نتیجه آن چیست؟ نتیجه تغییر نیافتن رفتار و کردارشان آن است که از اجر و ثواب روزه محروم گردند. سوال: برای چی در ماه رمضان فساد و فسادکاری کم می‌گردد؟ برای آنکه در این ماه برکه زیاد بوده، شیطان‌ها زنجیربند می‌شوند. سوال: دلیل چیست که در ماه رمضان شیطان‌ها را زنجیربند می‌کنند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: چون اول ماه رمضان درآید، شیطان‌ها و سرکشان جن به بند کشیده شوند و درهای دوزخ بسته شود. حدیث با روایت امام ترمذی، حدیث صحیح. سوال: بعضی انسان‌ها در گناه دائمی هستند، حتی در ماه رمضان. پس چگونه فهمیم که در این ماه شیطان‌ها و سرکشان جن به بند کشیده شدند؟ میگویند نه همه شیطان‌ها و سرکشان جن به بند کشیده شوند. بعضی میگویند بلکه فقط آنهایی که با اخلاص صادقانه و با رعای آداب آن به روزداری آغاز میکنند، شیطان آنها به بند کشیده شود. سوال: آیا در ماه رمضان روزی دراز خواب کردن درست است؟ درست نیست. این ناقصی روزه و دور بودن از مقصد روزداری است. چنانه که الله سبحانه و تعالی فرموده است: شاید با تقوا شوید. سوال: آیا در ماه رمضان نماز را با جماعت نخواندن به روزه ضرری دارد؟ البته. ترک نماز جماعت از خدا ترسی نیست و این عمل مخالف فرموده الله و رسول او است و با این عملشان به آنها گناه نویسته شود. سوال: آیا در ماه رمضان روزی دراز در زیر اینترنت نشستن به روزداری زیان دارد؟ بله، زیان دارد، که این سبب از دست دادن اجر و ثواب روزه است و گناه در ماه رمضان ضرر دنیوی و اخروی دارد. همچنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: زیرا الله تنها از پرهیزگاران می پذیرد. سوره مائده آیه 27. یعنی باید از گناه کردن در ماه رمضان و بعد آن برحذر باشند. سوال: آیا هم صحبت شدن جوان دختر با جوان پسر نامحرم از شکننده های روزه است؟ اول، چنین اقوال و افعال جلب کننده غضب پروردگار است. دوم، هم صحبت شدن جوان دختر با جوان پسر نامحرم چیزی است که آن را شیطان به آنها زینت داده است. سوم، این عمل دلالت بر آن میکند که ایمان آنها ضعیف و قلبشان ناپاک است. چهارم، در ماه رمضان با چنین عمل از ثواب آنها کم کرده گناهشان را زیاد نویسته میشود. سوال: انسانی که فقط در ماه رمضان در عبادتها حریص بوده
و با تمام شدن آن همه عبادت ها را ترک کند، پس آیا او از روزه چیز فایده گرفته است؟ نماز از مهمترین ارکان اسلام بعد شهادتین است و ادای آن فرض عین و ترک آن کفر است، و آنی که فقط در رمضان روزه و نماز می خواند خود را فریب داده است و با ترک کردن نماز بعد رمضان روزه او صحیح نیست. سوال: شخصی که بعضی وقت نماز خوانده و اکثر وقت به نماز بود، پس این عمل او بر روزه چی تأثیر دارد؟ این عمل او دلالت بر آن میکند که این انسان حکم الله سبحانه و تعالی را پر را قبول نکرده است و او در این عبادت بزرگ که آن نماز است صادق نیست و بر او واجب است که نماز را بر دوام با جماعت ادا نماید. حکم شخصی که یک ماه روزه ماه رمضان را می دارد لیکن نماز نمی خواند، روزه داشتنش به او فایده ندارد. برای آن که شرط درست شدن روزه این اسلام است و ترک کننده نماز مسلمان نیست، پس از روزه و عمل نیک او فایده نیست مدامی که به نماز باشد. الله سبحانه و تعالی همه را هدایت فرماید که مسئله ترک نماز خیلی خطرناک است. سوال: در میان ما انسان هایی هستند که فقط در ماه رمضان به نماز اهمیت داده و بعد آن خیلی بی‌پروا می شوند، با آنها چی نصیحت دارید؟ آنها را به خدا ترسی نصیحت میکنم که 5 وقت نماز خود را در رمضان و غیر آن در وقتش ادا بکنند، زیرا الله تعالی به ما می فرماید تا آمدن مرگ الله را عبادت کنید. سوره حجر. سوال: اگر انسان روزدار در وقت روزه غضبناک شده شخصی را حقارت و لعنت کند، آیا روزه او باطل است یا نه؟ روزه او باطل نیست، لیکن از اجر و ثواب او کم کرده شود. به هر مسلمان واجب است که نفس خود را به دست گیرد و زبانش را از گفتن فحش و حقارت حفظ کند که در وقت روزدار بودن امر سختر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر شخص شما را در وقت روزداری دشنام دهد و یا دعوت به کشتار کند، پس بگوید که من روزدار هستم. حدیث با روایت امام مسلم. آیا از گناه حذر کردن فقط در ماه رمضان است و بعد افطار هیچ باکی ندارد؟ این فهمش قبیح و غلط است. تمام وقتهای ماه رمضان شریف است. آیا فکر نکردید که تماشای فیلم ها در روز حلال و در شب حرام است؟ خدا ترسی بر ما در همه وقت و زمان و مکان واجب است. سوال: آیا بعضی بازی ها در ماه رمضان به روزه تأثیر دارد؟ روزدار باید از کارهای بیهوده و بازی های باطل حذر کرده وقت خود را با طاعت و عبادت خدای یکتا صرف کند و داند که اکثر بازی ها به قمار داخل است. سوال: بعضی روزداران از روی تنبلی میگویند که من از تشنگی و گرسنگی نمیتوانم قرائت قرآن کنم، آیا این عمل به روزه تأثیر دارد؟ البته تأثیر دارد و صبر کردن به مشقت اجر و ثواب را زیاد گرداند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها فرموده اند اجر و ثواب تو به قدر عمل تو است. حدیث با روایت امام حاکم. سوال: اگر شخص روزدار تمام روز خواب کند و بیدار نشود مگر در وقت خفتن، پس حکم روزه او چیست؟ روزه او صحیح است، لیکن در وقت نماز خواب رفتن حرام است، برای آن که به نماز بی اهمیت شدن جایز نیست و به هر مسلمان واجب است که در نزد خود ساعت داشته باشد تا او را در وقت نماز بیدار کند. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله نمازگزاران بگرداند و روزه و عبادت های ما را صحیح درست و قبول گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.